در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حداکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حداکثری تأثیر دارد به اینکه مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حداکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره بنشینن. هدف اینه. با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حداکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست. ما چی؟ ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حداکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنن، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حداکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حداکثری کار می کنه و اثر می گذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطر که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، اینکه اینا اصرار به مذاکره دارن، این که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید، همه این مشکلات شما حل خواهد شد. این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حداکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حداکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره. اگر بخواهیم سخن رو در دو جمله خلاصه کنیم، یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. نه مذاکره دو جانبه، نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و
آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک. این را هم رئیس جمهور محترم تصریح کرد، هم وزارت خارجه گفت، هم دیروز دیشب دیدم در تلویزیون سخنگوی محترم وزارت خارجه گفت. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد. اینا نتوانستند در طول این 40 سال با انواع و اقسام ترفندها نتوانستند جمهوری اسلامی رو مغلوب کنند و سیاست‌هاشون یکی پس از دیگری مغلوب سیاست‌های جمهوری اسلامی شده است. بعد از این هم به حول قوه الهی اونها مغلوب جمهوری اسلامی خواهند شد و جمهوری اسلامی سربلند و عزیز از میدان خارج خواهد شد.